خب این رقم که بزرگان اهل سنت کسانی که واقعا جز ثقات هستند و اگر کسی جز اهل تحقیق باشه دیگه نام اینا رو که میشنوه دیگه جای چونو چند و چرا نباید باشه اینا که میرفتن و به زیارت میرفتن و به گفته خودشون با خلوص نیت چرا آل منتسبان کمتر دیده میشه که اهل سنت به زیارت و امام رضا علیه السلام مشارخشن. خدمت شما عرض کنم که من خوب است که باید خاطره شروع کنم بلنی. یک زمانی که توفیق داشتیم در محضر امام رضا علیه السلام بودیم یک روز بالا که در اشاره کردم بالا امام رضا مشغول خاندن نماز بودم متوجه شدیم که یک نفر مور نگذاشته و در این حال دستش بازه گفت خدایا یک شیعه خود چرا مور نگذاشته مم. اگر اهل سنت چرا دست خود نبسته به هر حال نماز تمام شد با این شروع کردیم به صحبت کردن دیدیم عرب است ما دست پا شکسته مود عربی رو بازی صحبت کردیم گفت که بله ما مالکی هستم و عشق دارم محبت دارم نسبت به امام رضا علیه و السلام از فلسطینم بود عجب. از فلسطینم بود گفت ما مالکی هستم اومدم زیارت امام رضا گفت ما ها در هنگام نماز دست خود بسته نمیکنیم و رها نماز می خب محرم که نمی گذارن بنابراین خب قبلا زیاد بوده تبلیغاتی که متاسفانه امروز یک عده خودش به نام سلفیه سلفیه این کسی که خودش منتسب به گذشتگان و سلف صالح و کسایی که محضر پیامبر در کردن یا سه قرن اول اسلامی به ایران میگن چی سلف خودشان منتسب به اونا میکنن اسلاف گذشته خودشان منتسب میکنه که معلوم نیست سلف اینا رو میپذیره یا سلف اینا رو نمیپذیره برخی از اوقات تبلیغات بسیار وسیع نسبت به زیارت دارن کفر میگن شرک میگن و حرفای یک مقداری چیز شده کم رنگ شده ولی امی الان هم اهل سنت از افغانستان از پاکستان از جاهای دیگه از خود اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران به زیارت امام رضا علیه سلام مشرف میشه هر روزی که ما میریم و خدای تبارک و تعالی قسمت میکنه به زیارت امام رضا و شما و کسای دیگر میبینن که از برادران اهل سنت هم مشرف میشن و اما باز من یک نمونه دیگر حیف و میایی نمونه را یک کتابی است به نام تهذیب از تحذیب خودش کتابه بله که در او رجال حدیث نقل کرده باز ابن حجر عسقلانی آمده او کتاب تهذیبش کرده تهذیب یعنی پاک کرده یعنی در یک کتاب آمده تمام ثقات نوشته کرده اونایی که ثقه و غیر ثقه ها اینا چی کرده دور ریخته تهذیب کرده باز ابن حجر عسقلانی خودش آمده او کتاب باز تهذیب کرده یک مقدار بسیار وزنی هست بله. بله لذا این آقام در جلد هفتش پیش ما در صفحه 388 بسیار داستان زیبایی رو در اینجا کار میکنه نقل, نقل میکنه. میکنه بعد اون میگه که امام رضا علیه السلام چاپشم خیلی قدیمی است میگه که امام رضا در سال 203 از دنیا رفت میگه قال سمعت ابا بکر محمد ابن معمل ابن الحسن ابن عیسا یقول رایی آقایه، میگه خرجنا مع امام اهل الحديث میگه ما خارج شدیم با امام اهل حدیث که او کی باشه؟ عبی بکر ابن خزیمه این ظاهرا شیخ از شیخ بخاریه و شیخ مسلم است مسلم, مسلم مسلم قشیری که باز یکی از کتاب های سیاست اهل سنت میگه که و عدیله با و عدیلش یعنی کسی که هم پایه و هم تراز از بوده علی الثقفی که علی ثقفی بوده مع جماعت با جماعتی من مشایخنا آدمای سالان و پیاده نبوده جماعت من مشایخنا و هم ازاکه متوافرون ما به صورت متوافر و زیاد قصد زیارت الی زیارت قبر علی ابن موسى رضا به توس ما متوافر یعنی یک دسته مم. یک جماعتی میرفتیم به زیارت کیم آه، امام رضا نعم عليه الصلاه والسلام در راس از اینا که شیخ الحدیثه یعنی يعني کسی که مثلا صحیح مسلم و صحیح بخاری و بقیه صحه اهل سنت یک مخت... به رب به بند خدا رب پیدا میکنه قال راوی میگه رأیتو من تعظيمه میگه دیدم ما که چنان ای قبر را تعظیم میکنه بزرگ داشت اتفاق میفته یعنی ابن خزیمه ابن خزیمه قبر را چکار میکنه؟ تعظیم میکنه لتلک البقعه تعظیم میکنه کرنش میکنه در مقابل ایچی بقعه و توازعهی لها توازع به خرج میده در مقابل ای بقعه و تزرعهی اندها تزرع یعنی زاری, زاری کردن گریه کردن در نزد قبر کجای او کسایی که میگه دعا کردن در پیش قبر پیغمبر یا قبر امام معصوم شرک است و مم. کفر است و زندقه است و... دیگه میبینی اینا میگه تزرعی گریه کردنش عندها در نزد اون بقه ما تحیر را میگه این قدری زاری میکرد و تکریم میکرد تعظیم میکرد قبره که ما به حیرت افتادیم این یک بچه نمیکنه یک بچه دبستانی نمیکنه یک دانشگاهی نمیکنه امام بخاری و مسلم امام ای بخاری نمی. و مسلم این کار را چه انجام میده در ادامش بحث های دیگه ای داره مم. که ما صرف نظر میکنیم حالا پس مم. مم. ما میگیم که تبلیغاتی که متاسفانه امروزه صورت گرفته یک مقدار این تبلیغات اثر خودش گذاشته ولی با توجه به ای اینکه حرفا رو ما گفتیم اگر که کسی واقعا انصاف داشته باشه و مراجعه کنه به این کتاب ها خب ما کتاب نامش هم کلی شده گفتیم میتونه ان شاء این روشنگر باشه به اهل سنتی که یک مقدار بعضی بله فاصله باشیاره. گرفتن دوباره برگرده